نام مسجدی متعلق به شیعیان در شهر بنغازی لیبی به اجبار تغییر یافت و نام دومین غاصب خلافت بر آن گذاشته شد. این مسجد به نام مسجد اهل بیت علیه السلام شناخته می شد ولی به دستور وزارت اوقاف لیبی به عمر ابن خطاب تغییر نام یافت. به گفته فعالان لیبیایی، عناصر شیعه ستیز و تعدادی از صلافی هایی که توانستند در وزارت اوقاف لیبی نفوذ کنند با حمله به مسجد اهل بیت علیهم السلام و, و غارت اموال آن خطیب و بنیانگذاری مسجد را بیرون انداختند سنی های تندرو همچنین در ادامه اقدامات فرق گرایانه خود پس از تغییر نام مسجد اهل بیت علیهم السلام متعلق به شیعیان یک امام جماعت سلفی برای آن تعیین کردند به گفته ای این فعالان شیعیان شهر بنغازی پس از این حادثه با محکوم کردن این رفتار زشت و زننده از سوی وهابی ها آن را تهاجم سنی های تند رو دانستند و اعلام کردند که رفت و آمد خود در این مسجد را قطع می کنن و برای برپایی اعمال عبادی خود از مساجد دیگر استفاده خواهند کرد. شاین ذکر است به شهادت ساکنان شهر بنغازی یک شیعه لیبیایی به نام سید محمد سالم الهمالی الادریسی این مسجد را در منطقه الحدائق این شهر بنا نهاد و نام آن را مسجد اهل بیت علیهم السلام گذاشت او همچنین از دارالافتای کشور لیبی مجوز نامگذاری این مسجد را به صورت رسمی و قانونی دریافت کرده بود مقامات وزارت اوقاف لیبی هنوز هیچ توضیحی درباره این اقدام خود ارائه نکردند.